میرن یک نوع برزخی، دو نوع برزخ هم دارن، یه نوع برزخ مخصوص حالا آدم های عادیست، یه نوع برزخ هم هست مخصوص بچه ها که به اسپانیایی بهش میگن لیمبو، بچه هایی که غسل تعمید نشدند، یعنی گناهشون کنده نشده، ازشون پاک نشده، اینها وارد بهش نمیتونن بشه. حتی اگه این بچه سه روزش باشه فوت بکنه، این گناهکاره. خب شما ببینید تفاوت این دیدگاه رو با دیدگاه اسلام. اسلام میگه که همه معصوم به دنیا میان، همه بیگناه به دنیا میان. اسلام میگه هر کس مسئول اعمال خودشه، در روز قیامت از او در مورد اعمال دیگران پرسجو نمی کنن، او رو مؤاخذه نمی کنن، از هر کس فقط درباره اعمال خودش از او میپرسن. حالا مسیحیت میگه که بچه ها با گناه به دنیا میان، و خصوص کاتولیک ها اینطوری میگن، و باید کشیش در کلیسا او رو غسل تعمید بکنه و گناه رو از او پاک بکنه، وگرنه میره توی، اگه بچه باشه بمیره، میره توی چیزی به نام لیمبو، یه نوبرزخ که لیمبو میگن. حتی یک سال هست جناب آقای پاپ فرمودن که این لیمبوی وجود نداره، ولی نمیگه این بچه کجا میره، چون سوال از این نکردن که گناه اولیه وجود نداره، همه با گناه بدون نمیان، اینو نگفتن، کماکان همه با گناه بدون نمیان. حتی بچه‌ای که تو رحم هست نظر کلیسا، این بچه یک انسان محسوب میشه و با سفت جنگش مخالفن، چون اگه انسانه. خب بچه‌ای که در رحم هست اگر سخت شد قبل از اینکه به دنیا بیاد و فوت بکنه، این بچه اگر سخت شد با گناه از دنیا رفته. خب ببینید چه تفاوتی هست. به هر مادری شما بگید آقا یا خانم، شما فکر میکنید بچه‌ت با گناه به دنیا آمده؟ این چه گناهی داشته؟ چه تقصیری داشته این بچه؟ این در حالی که در تورات که مورد قبول مسیحیان هست، چون مسیحیان چیزی که چاپ میکنن به نام بایبل، بایبل دو قسمت هست، یکی تورات هست که میگن به اصطلاح متن قدیم، یکی هم همین انجیل هست که میگن متن جدید. بایبل رو که چاپ میکنن این هر دو متن رو میذارن. خب تو متن قدیم اوورده شده که پدر گناه پسر رو بر دوش نداره و پسر گناه پدر رو بر دوش نداره. خب اگر اینطوری گفته شده، پس چطوری بچه با گناه به دنیا میاد؟ خب سوالی که میشه از اونا مطرح کرد این هست که این گناه اولیه از کی هست؟ از حضرت آدم هست تا حالا و تا ابد بچه ها همه گناهکار به دنیا میاد. غسل تعمید از کی هست؟ غسل تعمید از زمان حضرت مسیح علیه السلام به این ور هست. خب اگر بدون غسل تعمید نمیشه رفت بهش، پس تکلیف تمام بشریت که قبل از مسیح بودن، از آدم تا مسیح، که اونایی که غسل تعمید نداشتن، هیچ یک از مذاهب از غسل تعمید صحبت نکردن، از گناه اولیه صحبت نکردن، این چیه؟ چی میشه تکلیفشون؟ خب همه اخباری رو شنیدن که کشیش هایی هستن که دچار گناه میشن، حتی به بچه ها تجاوز میکنن. حالا این بچه ای که اینو بردن پلو این کشیش فاسد که غسل تعمید بشه، حالا من سوال میکنم، میگم خب این کشیشی که شب به بچه مردم تجاوز میکنه و دچار گناه های کبیره میشه، جایگاه او کجاست؟ اگر جایگاهش جهنم هست، چگونه او میتواند در بهشت رو به روی این بچه ها باز بکنه؟ شب تجاوز میکنه به بچه، صبح میاد با غسل تعمید در بهش رو باز میکنه. آیا این غسل تعمید این بچه قبوله؟ یعنی این آدم گناهکار، این آدم جهنمی میتونه گناه دیگران رو بزداید؟ یا اگر نمیتواند بزداید، چه گناهی کرده این بچه که توسط این کشیشی باز شده که گناه کرده و جای خودش رو جهنمه؟ خب شما با هر انسانی که یکم اهل تفکر باشه و صادق باشه صحبت بکنید، نمیتونه بچه گناهکار باشه. حق با اسلام است و ادیانی که قبل از حضرت مسیح
مطرح کردن و خود حضرت مسیح البته از دیدگاه ما که دیدگاه حق هست که این چیزهایی که در کلیسا به نام مسیحیت میگه با اصل مسیحیت رفت نداره. میگن حضرت مسیح آمد تا همه بشریت رو نجات بده و با قربانی خود کردن خودش در صلیب گناه‌های آینده ما رو ببخشه. خب اگر غسل اگر گناه اولیه از اول بشریت تا حالا جاری است، پس تکلیف قبل از حضرت مسیح چیه؟ اگر خدا این گناه رو از زمان ظهور حضرت مسیح قرار داد، شما که میگید اومد نجات بده شما، اینطوری که میشه که حضرت مسیح که اومد همه رو گناهکار کرد؟ ببینید حرف کاملا بی‌منطق هست، ولی خب این حرفی است که کلیسا میزنه و اتفاقا یکی از دلایلی که مردم در غرب به طور کلی از دین دور شدند و نهضت جدایی دین از سیاست پدید اومد، این نوع افکار انحرافی است. در حقیقت این یک نوع بازار هست، بازاری که کلیسا برای خودش ساخت. من حالا در این رابطه باز یه مقدار بیشتر توضیح میدم. یکی از مواردی که باعث میشه مردم اسلام رو بپذیرند و حق رو به اون بدن نسبت به افکار دیگه، مثلا همین قضیه نسبت بگیم به مثلا کاتولیکا بزرگترین جریان مسیحیت در جهان هستن که به خصوص در دنیای غرب غلبه دارن. صحبت از دوگم مذهبی رو دوگم مذهبی یعنی اینکه آقا باید این رو بپذیری و در موردش فکر هم نکنی، تردید هم نکنی، این دوگم باید پذیرفت. از بچگی اینطوری یاد میدن، اصلا نباید تفکر کنن مثلا در خدا. مثلا اونا میگن خدا سه تاست، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. منتها در تورات اومده که خدا یکیست و جز یکی نیست. حالا چطور میتونن توجیه کنن بگن مسیح پسر خداست، خدا هم سه تاست، در حالی که تورات گفته خدا یکیست؟ میگن سه تا در یکیست، یکیست اما سه تاست. مثلا اینطوری میگن، میگن بنده مثلا هم پدرم هم پسرم هم همسر هستم، یکی هستم اما سه تا، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. حضرت مسیح رو به واسطه اینکه حضرت مریم باکره بوده و به اصطلاح پدر نداشته، حضرت مسیح میگن پدرش خداست. خب قرآن میگه کسانی که کسی رو شریک خدا قرار میدن یا خدایی صحبت میکنن منطقی برای اون ندارن. خیلی جالبه، مرتب قرآن دعوت میکنه به تعقل و تفکر، در حالی که مسیحیت دعوت میکنه به عدم تفکر، عدم طرح سوال. خود این یه امر بسیار مهمیه. وقتی من برای اونها مثلا میگم یا اونها میشنوند یا میخونند که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بالاتر هست، جا میخونم. این جملات دیگه ما دائم میشنویم، دائم باش زندگی میکنیم، عادت کردیم، اصلا برای ما خیلی طبیعی به نظر میاد. شما بگردید در طول تاریخ جملاتی که متفکرین، فلاسفه، عارفین مثلا در